به نام خداوند بخشنده رحم گستر و به یاد آنان که در این سرزمین شب و روز می کوشند تا امنیت و آسایش ما را تضمین کنند. با سلامی دوباره در خدمت یکی دیگر از استادان بزرگ هنر دوبله هستیم که در طی سالها و بارها و بارها صدای ایشون رو شنیدید و می شناسید. این میهمان عالی قدر کسی نیست جز آقای اصغر افضلی. خیلی خوش آمدید آقای افضلی به برنامه خودتون. اگر صحبتی با بینندگان دارین خواهش میکنم بفرمایید. من سلام میکنم به بیننده‌های عزیز، به مردم شریف ایران. براشون آرزوی سلامتی میکنم و موفقیت، و همینطور از دست‌اندرکارانی که در پشت صحنه برای این برنامه زحمت میکشن براشون آرزوی سلامتی میکنم و خدا قوت بهشون میگم. بعدم خوشحالم که بعد از سالها چنگیز جان که نیم قرن واقعا که افتخار همکاری با شما رو داشتم، الان فرصتی پیش اومده که بشینیم در کنار هم دیگه و یادی از گذشته ها، از گذشته های شیرین و خوبمون، از کارهای خوبمون بحث و گفتگو بکنیم، و من واقعا خوشحالم. بله، خیلی ممنونم، سپاسگزار. واقعا ایام بسیار زیبا و دوست داشتنی و به یاد موندنی بود. بسیار بله. جناب افضلی، ممکنه شما بفرمایید قبل از ورود به عرصه دوبله شما چه کارهای هنری انجام میدادید؟ من خدمت شما عرض شود که قبل از اینکه بیام وارد کار دوبله بشم، هنرپیشه تئاتر بودم. در تئاتر فردوسی اونجا بازی میکردم، البته با هنرپیشه واقعا صاحب نام و معروف اون زمان. بعد روبروی تئاتر ما استودیویی بود به نام دی سی آی که دوستانی که اونجا میرفتن کار دوبله انجام میدادن، البته اون موقع ابتدای کار بود، تازه شروع شده بود به این کار و اینا، با من دوست بودن، از جمله خدا بیامرز آقای کابوس دوستار و حسن عباسی، خیلی از گوینده‌های قدیمی که بودن اونجا کار میکردن و اینا می اومدن در تئاتر که هم بازی منو می دیدن و همین که با هم دیگه واقعا صمیمی بودیم. بعد جناب آقای رسول زاده، خدمت شما عرض شود که در تئاتر ما افتخار همکاری رو باشون داشتم که ایشون هم بازی می کردن. ایشون تشریف آورده بودن در دوبله فعالیت می کردن. به من گفتن افسری تو استعدادشو داری، من الان رفتم دوبله، میتونی بیای تو دوبله کار بکنی، در ضمن تئاتر که هستی دوبله هم بیای. گفتم که اولش ناراضی بودم چون واقعا یه عشق عجیبی نسبت به تئاتر و بازیگری داشتم. بعد باز با تشویق ایشون اومدم، رفتم در استودیو پلازا که یک فیلمی بود به نام حمله آتیلا که آقای کاملی دوبله می کردن. رفتم اونجا که دوبله رو از نزدیک ببینم، آشنا بشم، ببینم که میتونم بیام این کار رو انجام بدم یا نه، چون کار ساده‌ای نبود. بعد زیاد علاقه نشون ندادم. باز زمان گذشت که بعد من کارمند، هم کارمند بانک بودم و هم اینکه توی تئاترم شبا بازی می کردم. به هر حال آقای رسولزاده با بزرگواریشون و علاقه که به من داشتن گفتن که نه، تو باید بیای دوبله بیای. منم رفتم الان اونجا جا افتادم، الان میخوام اونجا فیلم دوبله بکنم، تو بیا پرود من دست میگیرم، کمکت میکنم، بهتره فکر کنم. به هر حال باز به تشویق آقای رسولزاده من اومدم رفتم استودیوی پلازا که ایشون کار میکردن و کارمو از اونجا با ایشون شروع کردم. یه خط رول که گفتم علاقمند شدم به این کار و گفتم، بعد از ظهرش گفتم که آقای رسول‌زاده من دیگه بانکم نمیرم، تئاترم نمیرم و میام دوبله.
و من کارمو اونجا با آقای رسولزاده و با تشویق ایشون کارمو شروع کردم. پس ایشون میدونست که شما یک استعدادی دارید که به درد این دوبله میخوره. خب تو تئاتر که کار میکردیم ایشون یه آشنایی داشتن و نسبت به منم خیلی محبت داشتن و من محبتهای ایشون رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. همیشه هم برای من عزیزن و قابل احترامن، چون هم اونجا استاد من بودن و هم در دوبله. خب جناب افسری، قبل از ورود به دوبله در همون زمانی که تئاتر بازی می کردید، آیا به دیدن فیلم هایی که دوبله به فارسی شده بود می رفتید؟ البته اون زمان آقای جلیبن خودتون می دونید که دوبله ما رونق آنچنانی نداشت، واقعا اسمی نداشت زیاد. بیشتر فیلم هایی که در ایتالیا دوبله می شد می آوردن و دوبله ما شهرتی پیدا نکرده بود. صحیح. چون در ابتدای کار بودش اینا. ولی خب بعد با گذشت زمان که دوبله دیگه اون راه خودشو باز کرد و واقعا و کارهای درخشانی رو انجام داد، من اون موقع واقعا عشقم این بود که برم این فیلمایی که دوبله شده رو برم از نزدیک ببینم، اینم چجوری اینا فارسی حرف میزنن و به این زیبایی. اون موقع هم خیلی خوب بود، خیلی بچهای خوبی بودن و علاقمند به این کار بودن و عشق این کار رو داشتن، واقعا با جون و دل کار میکردن. که میرفتم میدم واقعا بالاخره یه چیزی در وجودم پیدا شده بود که گرایش پیدا کنم به این کار و اینا، و با محبت آقای رسولزاده من اومدم رفتم شروع کردم این کار. فیلم فریدون بینوا چطور؟ فریدون اونم دیدی؟ بینوا رو میدم. فریدون بینوا رو اتفاقا من شاید بیش از 30 بار من این فیلم رو دیدم و هر بار میرفتم بیشتر لذت میبردم از این فیلم، که اولا میدیدم خب یه فیلمی مثلا به فارسیه و قصهش قشنگ جذاب بود و اینا، و من خیلی گرایش پیدا کرده بودم به دیدن این فیلم و شاید همین خیلی رفتم سینما این فیلم رو دیدم. علت این که دیگه توی ایتالیا این فیلم ها دوبله نشد و در ایران این کار رو میکردن، مخصوصا در تهران، میدونید دلیل چی بود؟ خب دلیلش اومدن بچه های با استعداد بود، جوانایی بودن که واقعا استعداد داشتن، که همشون واقعا الان صاحب نامن و کارهای درخشانی از خودشون به یادگار گذاشتن که افتخار دوبله ما هستن، از جمله خود شما آقای جلیبن که واقعا کارهای با ارزشی کردین. خدمت شما شود که دوبله کم کم پا گرفت با اومدن شماها، دوبله واقعا جا افتاد. بعد اون فیلمای با ارزشی بود که می آمد که واقعا شما لذت می بردین جای اون هنر پیش حرف بزنین. اینا باعث شد که واقعا بچه ها حرکت کنن و با اون عشق و علاقه شون کار به دوبله ارزشی بدن و کار بهتری رو ارائه بدن. فکر می کنید حضور شما در عرصه دوبله فیلم متأثر از دیدن اون فیلم ها بود؟ اونا بیشتر تشویقتون میکرد که شما بیاید تو این کار؟ 100% آقای جلیبن. من واقعا میگم همین انگیزه ها بود که باعث میشد که من به این کار گرایش پیدا کنم، و مثلا اون زمان که اون بچه‌ای که واقعا خدا بیامرزه آقای کابوس دوستدار و آقای عباسی، یکی از مشوقام هم این دوتا بودن که چون خیلی دوستم داشتن میگفتن افسری بیا، و اون زمان اومدن من تو دوبلم هر کسی نمیتونست واقعا اینقدر راحت جا باز بکنه، خیلی مشکل بود راه بدم به یه نفر، ولی چون من آشنا بودم با این بچه ها مثل که اومدم تو خونه خودم، این میدون رو دادن که من واقعا بتونم حرکتی بکنم، و با محبت اونا بودش البته در درجه اول، و عشق منو بیشتر میکرد به این کار. اینم از اتاقمون بروجک. اونم که اتاق نازی. وای چقدر چمن، چقدر قشنگ رنگ سبز چمن. آره. چقدر قشنگه، واقعا قشنگه، درخ رنگ و رنگه، چه شاعرم شدیم. تختشم خیلی خوبه بروجک، خیلی جالبه.
پس تخت من کو، تخت خواب من کو، پس من کجا بخوابم؟ آ دست بردار بروجک، چمدونو بعدن خالی میکنیم. ولی اگه چمدونو باز نکنی تخت من چی؟ من میخوام تخت خوابمو در بیارم. تخت خواب تو بسیار خوب، بسیار خوب. من با یه دین خوبه که تخت خواب کوچیکو بکنم. خوبه بگیرم جلوی پنجره روی تاخچه، یا بهتره بگیرم رو گنجه. نه نه نه، بهتره بگیرم کنار باغچه. اول من اونجا خیس میشم، سرما میخورم. نه، میگیرم اینجا، میگیرم اینجا. آره، میگیرم اینجا. بیار 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 بیار، میگیریم رو قالیچه. فرمودی که اولین مدیر دوبلاژی که باهاش همکاری کردی جناب رسول زاده بود دیگه. رسول زاده بعد با چه مدیر دوبلاژی شروع کردی؟ من بعد کم کم دیگه با آقای زرندی کار کردم، با آقای خسروانه کار کردم، با جناب آقای کسمایی کار زیاد کردم، آقای کاملی خدا بیامرزه روحشون شاد که با ایشون همکاری زیاد داشتم، با خود شما کار زیاد کردم، چه فیلم‌های فارسی و چه فیلم‌های فرنگی افتخار همکاری داشتم. خیلی از عزیزان بودن که باشون کار کردم، آقای منوچهر زمانی بود، آقای تعامی بودن، عزیزانی که واقعا این افتخار همکاری رو به من داده بودن و خیلی عزیزان بودن. خب شما در قسمت به عنوان یک گوینده اینقدر فعالیت کردید تا به یه نقطه‌ای رسیدید که بله. احساس کردید حالا میتونید مدیر دوبلاژ بشید. بله. میتونید بگید چه موقع بود، چطور شد؟ آقای جریان این خیلی زمان برد. بله. این کار ما که خودتون میدونید اینقدر ساده نبود. من با یه خط یک کلمه شروع کردیم تا دو سه سال. بله. با یه خط گفتن و دو خط گفتن و سه خط گفتن و یه نصف صفحه گفتن و بله درست گفتن. این که تا اینکه صدای ما شناخته شد، مثلا مدیر دوبلاژا با صدای من آشنا شدن، دیدن که مثلا من چه شخصیتی رو میتونم حرف بزنم، که زمان زیادی با تو تونستم جا باز بکنم که بیام جلو. شاید 15 سال من زمان برد و اون موقع هم که واقعا من عاشق این کار بودم و سعی میکردم روز به روز و فیلم به فیلم کارم زیباتر و قشنگتر بشه کارم و اینا، چون مرتب سعی میکردم. یعنی دقتی که مثلا خودتون میدونید اون موقع که ما در کار داشتیم در حال حاضر نیست. خب همونو باعث میشد، همون عشق، همون علاقه، همون پشت کار باعث شد که من معذرت میخوام 10 پله یکی برم بالا. البته زمان بردش که تو من اون موقع که من راجب مدی دوبلاژی فرمودین، من اولین فیلممو در استودیوی اولین فیلممو در استودیوی شاهین فیلم دوبله کردم خدمت شما عرض شود که بعد یه فیلم فارسی بود، بعد دومی فیلمو در استودیو دماوند بود که به نام یه فیلمی بود به نام تارزان. بله. اون تارزان معروف. بله بله. البته یه هنرمند دیگه بازی میکرد که اون فیلمو من دوبله کردم در استودیو دماوند. بعد کم کم راه برام باز شد، باز داره یک مدتی وقفه افتاد توش و اینا. بعد کم کم که من دیگه جا افتادم علاوه کار گویندگی، کار طنز، کارهای کمدی، بعد بیشتر کارهای کمدی رو به من پیشنهاد میکردن و من کار میکردم. دیگه آدم حوصله شوخی براش میمونه. به من میگی که یه چشمم از دست دادم؟ دفعه اولته که میری جنگ؟ آره دفعه اولمه، ولی امیدوارم دفعه اول آخرم نباشه. جرأت داشته باش. خدا کنه شمالیا به محض دیدن ما فلنگو ببندن. خیال بی خودی نکن، فرار نمیکنن. شمالیا براتون تله درست کردن، اون نامرسون یه جاسوس بود. تو از کجا میدونی؟ ها؟ های های، تو کجا قایم شدی؟ کدوم گورستونی رفتی؟ کجایی؟ کدوم سلاحی هستی؟ من اینجام. های، کی بود؟ کی بود؟ من؟ آقا تو کی هستی؟ جلوت بستدم، من یک کوری. جلوی من کسی نیست، فقط یه اسب وایستادی؟ آره درسته. چه 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 چه
خب شما فکر کنید نقطه اوج شما که متوجه شدید شما الان یه گوینده خوبی هستید، چه از نظر درام گفتن و چه از نظر کارهای کمدی، بله، چه موقع بود، با چه فیلمی بود یهو متوجه شدید که اصغر افضلی الان یه گوینده تاپ شده و میتونه به جای چیشو فرانکو، وودی آلن و اکترهای بزرگ دنیا صحبت کنه؟ موقع با چه فیلمی بود که این احساس بهتون دست داد؟ من اولین فیلم به نام سفر به خیر بود که در استودیو دماوند بود، آقای رسولزاده دوبله میکردن این فیلمو. بله. خدمت شما عرض شود که فرد مکمورای بازی میکرد. بله. من یادمه که آقای رسولزاده دعوت کردن که ما خب اون زمان اول فیلمو میدیدیم، پرسوناژا معلوم میشد که مثلا کی جای کی حرف میزنه، آشنایی بیشتر نسبت به فیلم پیدا میکردیم. خدمت شما شود که ما وقتی نشستیم و آقای رسولزاده فرمودن که افسری تو جای فرد مکمورای میگی، من اونجا جا خوردم، بچه‌ام همه هی این ور اون ور هی نگاه کردن همدیگه رو، اینا روله به این مشکلی افسری مثلا بگه اینا. ما اومدیم گفتم که آقای رسولی شوخی میکنه شما؟ گفت نه من جدی گفتم این رول تو میتونی. گفتم آخه این خیلی مشکله، رول اول فیلمه و اداره کردن یک فیلم کمدی، اونم رول اولش، کار ساده ای نیستش. گفت نه تو میتونی. به هر حال با تشویق آقای رسولزاده، با کمک ایشون، من اون رولو گفتم و واقعا هم خوب در اومد و باعث شد که اسم افضلی یه خورده جا باز کنه بین بچه همکارمون، یعنی بیشتر و بیشتر درخشید. بله، این باعث شد. اینا بعدم که تو سینما رفتم دیدم با اون کارهایی که مثلا کلماتی که فی‌البدایه میگفتم و اینا، اینا بیشتر اثر میذاره، باعث شادی مردم میشد، من بیشتر تشویق میکرد برای این کارو که من سعی کنم که بیشتر کارهای کمدی انجام بدم، چون خنده مردمو که می‌دیدم واقعا لذت می‌بردم و شاد می‌شدم و مزدمو توی سالن سینما می‌گرفتم. البته اون موقع مردم نمی‌دونستن که مثلا من تو حالا وسط جمعیت نشستم جای این هنرپیشه حرف زدم و اینا، این افضلیه، ولی مردم لذت می‌بردن و پذیرای صدای من شدن. برای اینکه تو زندگیت موفق باشی سعی کن همیشه مثل مداد باشی. مداد؟ آره مداد. اول اینکه تو هم میتونی مثل مداد کارهای بزرگی انجام بدی. یادت باشه بعضی وقتا باید دست از نوشتن بکشی و رنج مداد تراش رو تحمل کنی. پس برای اینکه آدم بهتری باشی باید سختی‌های زندگی رو تحمل کنی. یه مداد همیشه برای پاک کردن اشتباهاش از پاک کن کمک می‌کنه. مداد همیشه روی کاغذ اثری از خودش به جا میذاره. پس نسبت به هر کاری که انجام میدی سعی کن هوشیار باشی و بدونی داری چه کار میکنی. شما میدویدید دنبال اپیسیریوش؟ بله، ما دنبال اپیسیریوش میگشتیم. خیلی عجیبه، من فکر میکردم خفاش ها در فصل زمستان در خواب هستند. نه قربان، همیشه اینطور نیست عالی جناب. ولی این همون چیزیست که تو کتابت نوشتی؟ کاملا درسته قربان، ولی باید بدونید که این تصورات من و دستیارمه، 100% حقیقت نداره، مگه نه آلفرد؟ بله، یعنی ممکنه که البته راسته که در ماه دسامبر میخوابه و چندین ماه متوالی در خوابه دیگه، این که بله، هیکلش این اندازه است، مگه نیست آلفرد؟ البته که هست، ولی این عمومیت نداره. در جلد دوم کتابم چند تا از آزمایشایی که توسط فاکنیل و اوتو آفین انجام شده شرح دادم به طور کامل، مثلا طرز حرکت بالها، مواقع پرواز و تمام خصوصیات این حیوان استثنایی رو. خیلی پیچیده است. پیچیده است بله، ولی میشه شرح داد. نگان اولیه قبل از پیدایش بشر جستجو کنیم،
با حرکات به خصوصی میشه انرژی پرواز ذخیره کرد و کم کم استعداد و آمادگی پرواز رو پیدا کرد. با انجام مداوم این کار اونا میتونن پرواز بکنن بدون اینکه سقوط کنن. البته این جریان با فشار هیدرولیک یا مسائل فنی دیگه هیچ ربطی نداره. تعدادی از فیلم‌های شاخصی که صحبت کردی در اون زمان یا از نظر خودت یا از نظر مردم خیلی مشهور بوده و سر زبونه افتاده، بگی. من به فیلم‌هایی که اون زمان من حرف زدم که یعنی اوج کارم بودش و مشهور بود، واقعا مشهور بود، با فیلم‌های چیشو فرانکو بود که در ایران این فیلم زیاد می‌آمد و تمامش هم از اول که ما شروع کردیم با آقای اسماعیلی که یکی از عزیزان دوبله و بزرگواران دوبله هستند، با ایشون ما شروع کردیم به همکاری و آقای زرندی این فیلم ها رو دوبله می کردن که ما اولین بار این فیلم رو در استودیوی مولن روژ حرف زدیم و یه فیلم های بسیار بسیار مشکلی بود، ولی خب علاوه طنز بالایی برخوردار بود و تیپی هم که من برای ساختم واقعا شیرین شد، خوب شد و مردم هم خیلی خوش اومده، استقبال زیادی کردن و خیلی استقبال کردن. بله. بعدش هم شما مرتب به جای این دو نفر صحبت کردید، شما با آقای اسماعیلی، یعنی حداقل 95% این فیلم رو شما صحبت کردید. بله. بعدش هم که دیگه چه انگیزه ای باعث شد شما اون تیپ اونجوری رو ارائه بدید؟ من اولش که این فیلم آقای زرندی گذاشتن دیدم، من همینطوری صدای خودش خود بم بود، صداش کلوف بود. من سعی میکردم که یه صدایی بذارم برش که اون ریزکاری هایی که داره اونا در بیاد و واقعا شیرین بشه. من یکی دو بار دو جور صدا گفتم روی چهره، بعد این صدای اصلی که دیگه بعدها گفتم بار سوم بودش که ما ضبط کردیم، گوش دادیم، اینجا اوکی شد که بله و آقای زرندی اوکی کردن، همینطور آقای اسماعیلی گفت افسر این خیلی قشنگ میشه و خوبه و اون شخصیتی هم که خود آقای اسماعیلی برای اون چیچو گذاشته بودن واقعا شیرین و خوب بودش و دوتایی با هم دیگه واقعا این کمک میکردیم. شاید یه مقدار کارهای بیمزه داشت، ولی خب با دیالوگای که میذاشتیم میگفتیم و با خودتون خیلی فیلم بداهه زیاد میکردیم. بله زیاد. من یادمه تو تیتر فیلم ها حتی صدای شما میومد، اینا فقط نشونشون میداد، تیتریاش میومد، اسما رو مینوشت، صدای شما دو نفر میومد. مخصوصا شما خیلی شیطونی میکردید و میگفتید بابا حالا بذار مردم رو صندلی جا به جا بشن بعدا شروع کنیم به خواندوندنشون. این عشق و علاقه بود آقای جلیوند دیگه، واقعا دوست داشتیم و هدف ما این بود که اگر این فیلم میره اولا خیلی خوب دوبله بشه، بعد که میره تو سینما ما جوابمونو از مردم بگیریم، اون استقبالی که مردم میکنن. و واقعا وقتی میدیم مردم اینقدر استقبال میکنن و اینقدر لذت میبرن، خب شما مشوقش تشویق میشدید که بهتر و بهتر. من یادم یه بار تو سینما مولن روژ با خدا بیاموزه آقای مقبلی این کار من خیلی دوست داشت، یعنی این فیلم های چیشو فرانکو رو مثلا کار من خیلی علاقه من بود. ما بالا با آقای کسمایی کار میکردیم، گفت افسر بیا بریم چیشو فرانکو رو سینما مولن روژ گذاشته بود، گفت بیا بریم با هم دیگه ببینیم. گفتم من نمیام. گفت مگه تو دیدی؟ گفتم خب دوبله که میکردیم دیدم، من نمیام الان. گفت نه به زور ما رفتیم. این خدا بیامرزه مقبلی رو یک خنده هایی میکرد، حالا مردم همه میخندیدن ولی خنده های اینا خنده مقبلی در اوج بود. بعد همش هم منو میگرفت میزن، چقدر شیرین گفتی تو، چقدر بامزه گفتی اینا. مردم متوجه یه دفعه بلند شد وسط سالن، گفت این کسی که جای فرانکو حرف زده آقای افضلی اینجا نشسته. باور بکنه آقای جلیل، من هیچ وقت، من اولا خیلی شرمنده شدم، خجالت کشیدم جلوی مردم، ولی مقبلی ناخودآگاه اینقدر لذت برد و خوشش اومده بود، گفت من میخوام تو رو معرفی کنم مردم بشناسن تویی که اینقدر زحمت کشیدی و اینقدر مردم میخندن از تو بدونن کیه. ولی الان شما اگر فیلم های دوبله رو بذارین
فکر نمی کنم شما بیشن از اول تا آخر این فیلم رو ببینید. با وجود این بعضی از فیلم ها که بعضی... نه. واقعا ببینی. خیلی خوب همین هستن. نه بله. ببینی. ما خوب و بد داریم. متوجه بله. یه فیلمی هستش که امکان داره شما مدیر دوبلاژش باشی، شما گویندگی بکنی، کار شما زمین تا آسمون با کسی که الان 5 سال 10 سال اومده تو این کار فرق میکنه. خب ما آرزوم اینه که نه اینکه فیلم ها رو همه رو اون پیشکسوت ها دوبله کن، نه نه نه، ولی کارهای این هستش که واقعا ارزش داره بله. و واقعا باید اونا کار بکنن، واقعا بله. اونا باید بیان سر کار بیان، پله چون پله باید وجودشون بیان سایهشون در دوبله خیلی ارزش داره، که واقعا یه نگینی هستن که واقعا با ارزشن در کار دوبله. یعنی فقط راه میرن در محیط دوبله، یعنی تو راهروهای استودیوها واقعا اینا ارزش دارن، اینا همه صاحب نام بودن. و عوض این که بچه های ما گوینده های جدیدی که اومدن از اینا درس بگیرن، متاسفانه خودتون الان کم و بیش میبینین خیلی از گوینده های جدید که اومدن اگر یه خط که گفت این فکر میکنه من گوینده شدم، میره بیرون تو راه رو و این ور و اون ور و شلو بازی و دنبال تفریح جوانی خودشه. یعنی اون مثل ماها که در گذشته عاشق این کار بودیم، کارونو با عشق شروع کردیم و لحظاتی رو گذروندیم. خودتون یادتونه مثلا خود شما یه فیلم و یه تیکه رو حداقل 10 بار تمرین می‌کردین. بنده میامدم، معذرت میخوام، پایین تر از شما بودم، میامدم از اتاق بیرون که آقای جلوان چون میخواد 10 بار تمرین بکنه مثلا، بعد کار من با کار شما یکی میشد، من 10 بار توپق میزدم خراب میکردم، ولی شما حرف میزنید. اون فیلم احتیاج به موزیک نداشت، چون صداتون موزیک بود، کلمات به قدری شیرین بود که شنونده اون تماشاگر لذت میبرد. که متاسفانه خیلی جوان ها فهم کنن دیگه تموم شد. بله. من نقطه پایان دیپلم رو گذاشتم، من دیگه گوینده شدم، تموم شد. تا بدان جارسی دانش من. بله. که بدانم همین که نادانم. خب بله. برای اینکه یه نفسی تازه کنید میریم بله. و یک فیلم از شاهکارهای شما به نام دزد بغداد بله. که به جای سابو شما صحبت بله. کردید بله. اونو با هم میبینیم بله. و برمیگردیم. آخه من تا حالا دریا رو ندیدم، ولی از قایقرونای رودخونه خیلی چیزا درباره دریا شنیدم. میگن تو دریا یه جور ماهی هست که از معبدم بزرگتره، در حالی که بعضیاشون به اندازه این انگوش کوچیکن. کشتی هم هست که از بغدادم بزرگتره و با باد حرکت میکنه، دکلش به ابر آسمون میرسه، وقتی که باد بیاد از آهو تندتر حرکت میکنه، با آدم میتونه خودشو به هندوستان و چین برسه. میدونین من در اینجا مجموعه زیبایی دارم که در تمام دنیا نظیر نداره، خیلی جالبه، ولی این یکی از همشون جالبتره. نگاه کنین این بابا وقتو نشون میده، میبینی چطوری کار میکنه. آخ جان خیلی جادویه نیست؟ امیدوارم اجازه ندین که چنین وسیله خطرناکی به دست مردم بیفته. خطرناک؟ بله، چون وقتی مردم وقتو بشناسن اون وقت به فکر وقت تلف کردنم میافتن و میخوان بفهمن وقتشون چجوری میگذره. نه حق با شماست، مردم نباید اینو بفهمن، راست میگین. آه بیاین ببینین، آه راستی که چقدر جالبه، چه ظرافتی. عجب فیلم جالبی بود. بله. شما انگار به جای 2 نفر تو این فیلم صحبت کردی، یکی سابو، یکی هم اون پادشاه بصره. بله. که کمدی بود. بله بله، خیلی جالب، اونم شیرین شده. اون چطوری جای اون والا اون تیپ که ناخودآگاه اون زمان یه دفعه من به خاطرم اومد و بله. و البته بعدش آقای مقبلی هم بیشتر این تیپ پیرمردی رو میگفتن و واقعا شیرین و قشنگ هم میگفتن، ولی من اینو همینطور ناخودآگاه این شخصیت رو پیدا کردم، این صدا رو وقتی فیلم رو دیدم، این آقای خسروانی کار میکرد، گفت افسلی این پادشاه رو میخوام تو بگی اینا. گفتم که باشه. گفت خیلی شیرینه، اینو شیرین ترش میکنی تو. گفتم باشه. من دیدم خوشم اومد، گفتم اون خیلی هم شیرین شد و واقعا هم آقای خسروانم یادشون بخیر، خدا بیامرزه دشون. آقای افسلی بفرمایید که غیر از این فیلم، خب فیلم‌های شاخص زیادی رو صحبت کردی، یه بله. چند تاشو میشه اسم ببریم برامون؟ معما بود،
خدمت شما عرض شود که فیلم معجزه‌گر بود، مجموعه فیلم های چیچو فرانکو بود، وودی آلن بود، این انیمیشن کارتون رابین هود بودش که جای اون پادشاه من حرف زدم، توی دلغک های دربار دنی کی بود، جنجال بزرگ بود جای بورویل حرف زده بودم، توی دلیجان آتش، بعد یک بارم جای جلویز من حرف زدم. شما فقط یک بار زندگی میکنید که همون یک بار بود البته، ولی خب من هم همون تونالیته صدای آقای اولش این جلویز آقای عباسی حرف میزد، حسن عباسی بله. بعد با گذشت زمان نمیدونم چی شد که آقای قنبری اومد گفتش و دیگه مهر صدا آقای حمید قنبری زنده یاد حمید قنبری بله. بعد 20,000 فرسنگ زیر دریا بود، کلانتر قلابی بود و اوایل انقلاب بود، گوری لنگوری بود، جای بله. اون سگه کوچولوی بیگلی بیگلی من حرف میزدم که کار تمیزی در اومد بود واقعا، که اونو میخوان مجددا دوباره بله. کنن، اونو قراره یه مقداری از این فیلم در حدود 180 دقیقه رو جدیدن دوبله بکنن که من قراره برم گویندگی بکنم. یکی وروجک و استاد ادر نجار بود که جای وروجک من حرف میزدم، قلعه هزار اردک بود که خودم مدیر دوبلاژی میکردم و جای داک حرف میزدم تو قلعه هزار اردک، کار با گجت بود که اون فیلم های کارتون که سریالشو خودم دوبله میکردم و خودم جای کاراگاه گجت حرف میزدم و خیلی فیلم های دیگه که آره دیگه بیشتر کارهای کمدی و طنزشو خودم میگفتم یا مجبور بودم خودم بگم اینا. خب جناب افسلی، حالا میریم یک دونه از اون فیلم های جالب شما رو که به جای وودی آلن صحبت کردید به نام پسران طلایی، درسته؟ بله بله. پسران طلایی رو ببینیم که با پیتر فالک بازی کرده بود. با پیتر فالک بله. پیتر فالک هم آقای اسماعیلی گفتن چقدرم شیرین و بامزه، اون فیلم بفتن. باید قیامت باشه بله از نظر کمدی. خب میریم و با اجازهتون فیلم چقدر آقای اسماعیلی زیبا گفتن این رولو، ایشون که همیشه زیبا میگه حرف بله بله. تا حالا رول بعدی گفتن؟ خداوند ابداً ابداً. مگه شما گفتین؟ درود بر شما. من شاگرد ایشون هستم. هر دو استاد اینو بزرگ باشه. سپاسگزارم از لطفتون. میریم فیلمو میبینیم و برمیگردیم. بهش قول دادم یه بار دیگه امتحانه میکنیم. به یه شرط ممکنه. بیا تو هستم، داخل شو رفتم. برای اینکه ثابت کنم هستم، میتونی بگی تو تق تق تق. من خیلی وقت تو رو میشناسم، دیگه بهت اعتماد ندارم. هنه ما 24 ساله با هم دوسته بودیم، فقط یه بار دیگه بگو تا تق تق. تق تق تق. بیا تو بفهم. خیلی ممنون. و داخل شو. امیدوارم بمیری و تو قطعه دیوونه ها چالت کنن. داخل شو، داخل شو. اون خطرناکه، مواظب خودت باش. یادم میمونه اگه برگردی بهت بگم داخل شو. وقتی بمیری تمام کمدین ها جشن شادمانی میگیرن. تو دهات شما میشه گفت بیا تو، ولی تو این شهر میگن داخل شو. وای که چقدر خنده‌دار بود. من فکر میکنم اگر آدمایی باشن که در بدترین شرایط زندگی هم باشن بله. این فیلمو ببینن فکر میکنم خیلی بهشون آرامش دست میده بله. تا اون مدتی که اون فیلمو حداقل میبینن بله. یادشون میره که چه اتفاقی تو زندگیشون افتاده. اتفاقا این خیلی مردم خوششون اومده بود و کلی تلفن کرده بودن خوب. به تلویزیون که بعد از سالها ما یه دوبله خوب دیدیم و به هر حال فیلم شیرینی بود و خوب بودش. به هر حال باعث خوشحالی ما هم شد که حداقل زحماتمون تو اون فیلم هدر نرفت، یعنی هم آقای اسماعیلی و هم من واقعا هر دو شیرین کاشته بودیم. بله خیلی آقای اسماعیلی گرد. البته من قابل نیستم. نه هر دو آقای اسماعیلی جای خودشون دارن، شما هم جای خودتون دارین، ولی واقعا هر دو شیرین کاشته بودید و ما همه لذت بردیم. مخصوصا من که میدونستم نوع کار چی هست و شما چه کار کردید، اون دیگه بیشتر
منو به خنده در نظر لطف شما خواهش میکنم. ممنون. شما یه سوال دیگه، بیشتر دوست دارید گویندگی کنید یا مورد دوبلاژی؟ من راستشو بخواین گویندگی رو ترجیح میدم. بیشتر دوست دارید؟ بله، چون علاقه ایم مثلا آنچنانی مثلا به این که آخه یک موقعی بود جناب جلیلی مدیر دوبلاژی یه اعتباری داشت ولی الان اون اعتبارش از دست داده. آقا خودتون میدونید که اون یه مرزی بود بین گوینده و مدیر دوبلاژ. بله، مدیر دوبلاژ یک عظمتی بود، ارزشی داشت، اعتباری داشت. گوینده واقعا با عشق به اون مرد با مدیر دوبلاژ نگاه میکرد، همه چیزش فرق میکرد. الان که قربونتون برم دیگه، هر چی دلتون بخواد مدیر دوبلاژ ریخت. خب حالا که میفرمایید دوست دارید بیشتر گویندگی بکنید، آیا دوست دارید که در یک فیلم به جای دو شخصیت صحبت کنید؟ من اگر صدام به اون شخصیت بخوره چون خواهی نخواهی این نیرو رو دارم که تغییر صدا بدم، صدا سازی بکنم. صدا سازی بکنم، چون خداوند انقدر یار من بوده که اقلا 7-8 تیپ میتونم حرف بزنم که شاید 100% شما که همکار 50 سال من هستین میدونین اینا افضلی گفته اینا، ولی یه تماشاگر بیرون نمیتونه بگی که این 7-8 همون یه نفره مثلا گفته اینا. چرا علاقه دارم؟ اگر رول قشنگی باشه، زیبا باشه، چرا نه، میکنم، سعی میکنم به نفع احسن اون رولو بگم و اینا. میدی یه ذره دستم؟ اون آقای بسیار کلگونده از همون قول گرفته که حتی به یه برگش هم دست نزنیم، بنابراین نه من و نه اون پسرموی کفک زده فلک زدم نباید به این کاوا دست بزنیم. آخه میدونی چیه، ما پیره مرد اخلاقمون اینه بچه کوچیک هست، دهنمون زود آب میفته. بذار یه کمی ازش بچشم. نمیشه، فقط چند تا برگ. نمیشه، نمیشه، اصرار نکنی. آخه برای چی؟ نمیتونم، من الان مثل یه سرباز تو جبهه جنگم، مثل نگهبانی که تو سنگر نشسته و از خشونت کاوا دفاع میکنه. آخ آخ آخ. کی این مادرزادیه، پدر بزرگ من گاوای شاعر معروف کاردوچی رو میبرد میچروخ. منو باش که تو رو یه دوست حساب میکردم، حتی یه بردیم به هم نمیدی؟ نمیتونم. آخه نمیتونم، ولی ولی میشه برات یه فکری بکنم؟ چی؟ میتونم از کاوای پسر امون بهت بدم. چه پیشنهادی دارین برای این جوانایی که الان دستن در کار حرفه دوبله هستن و جوانایی که در آینده میخوان بیان تو این حرفه؟ من اولا الان جوانایی که آقای جلیلی اومدن تعداد زیادی هستن که کار میکنن، ولی شاید مثلا در بین این 40-50 نفر 60-70 نفر بعد از چندین سال که کار کردن، 20 سال، 25 سال، 30 سال دارن کار میکنن، یعنی کسایی که بتونیم تو اینا جدا کنیم و بگیم این خوب شده الان میتونه، از تعداد انگشت من تجاوز نمیکنه توی این جوونا. حسن، یعنی اونا که الان خوبن میتونن رول بگن و علاقه هم دارن واقعا و بی خودی هم دنبال این کار نیومدن، با عشق اومدن، عشق و علاقه و پشتکار و... ولی خیلی دیگه هستن که هستن دوست دارن این کارو، ولی اون عشق واقعی رو به این کار ندارن که مثلا واقعا همت کنن تو اتاق بمونن، یاد بگیرن از بزرگا، از پیشکسوتا این داره چجوری گویندگی میکنه. هزار جور رمز راز تو این بیانا خابیده. اون کسی که بخواد بفهمه تا آقای جلیلوند چجوری شده آقای جلیلوند 60-70 سال طول میکشه. و به نظر من آقای جلیلی به عنوان یک پدر، به عنوان یک دوست میگم، جوانا این کار درست یک هنر، یک هنر بزرگی هم هست واقعا، ولی چون وفا و بقا نداره، اگر برن دنبال یه رشته کار دیگه که مورد واقعا مورد علاقهشون باشه، 100% بیشتر موفق ترن تا دوبله. یعنی اومدن تو دوبله اینا باعث میشه که واقعا انگل باشن، میدونین؟ یعنی به درد این کار نمیخوره. به درد این کار نمیخوره، ولی همش دوست داره بهش، ولی شما چجوری میتونی بهش کار بدی؟
وقتی بیان خوبی نداره، کار خوبی ازش ندیدی. آخه نمیشه بهش گفت آقا تو راه رو عوضی اومدی، برگرد. میشه آید گفت بهش؟ خب باید گفت. به عنوان یک بزرگ، به عنوان یک پدر، باید به اینا گفت که واقعا برن یه هدف دیگر. نمیشه شانس دومی بهشون داد. شانس دوم، شانس شما همه شانس‌ها رو بهشون در بازه. بله. میکروفون باید جواب بده. بله. من بگم من گوینده خوبیم، باید بری پشت میکروفون، اونجا جوابگو باید باشی تو. وقتی نمیتونی جلوی میکروفونم باشی، خب چی بله. مثلا پس عشق و علاقه و صبر و ایمان به این کار باید یه نفر داشته باشه که بتونه از فرهنگ بالایون برخوردار بله. باشه واقعا صحیح. وقت صرف بکنه. آقا جان شما به بله. همین سادگی گوینده شدین؟ خب الان چند ساله؟ الان 50 خورده ای ساله دیگه عزیز دل من. سال 38 اومده. خواهی نخواهی اون عشقی که شما به این کار داشتین الان جوانایی در حال حاضر ما دارن وجدانن؟ ندارن. برای اینکه گرفتاری و مشغله زیاد دارن، مشکلات فکری زیاد دارن. یعنی وقتی شما یک گوینده هستی، وقتی میشین پشت میکروفون، رول و میکروفون خودتون، یعنی هیچ کسی اطراف شما نیستش، شما تمام وجودت میذاری برای این کاری که کارتو با ارزشتر و زیباتر خب بکنی. ولی یک گوینده دیگه این کارو نمیکنه. آقای اینا که هستن جوانایی که میگم در جا میزنن، اینه وقتشون رو تلف نکنن. من دیدم خودتون برای تمرین یه کار، واقعا همون فیلم چی بود با هم کار میکردیم، فیلم چه کسی لیبرتی والانس را کشت، به جای اون هنرپیشه صحبت میکردی، نقش دومش بود، من جان وین مثل که میگفتم فکر میکنم درسته فکنم. چه کسی لیبرتی والانس را کشت، یا یه فیلم دیگه جان وین، یادم به جای یه پیرمرد صحبت میکردیم که خیلی روش تمرین کردی که جا بیفته بله. و واقعا یه مرتبه من برد به اون دوران قدیم که گفتم مرد آرام، دقیقاً بله. مرد آرام بله. که آقای قطعی دوبله کرده بله. خب اونا چرا آقای جلال وقتی شما نشستی سعی کردین صداتونی که الان به این جوانی دارین صحبت میکنین بله. خورد کنین و اون خشی رو بهش برین و اون دقیقا به اون چهره و اون صورت پیرمردی که بله. اجرای نقش میکنیم خب اینا خب بله دیگه عشق دیگه آقای جلال وقتی شما نشستین این عشق چهار تا گوینده خوب پیش کسوت بغل دست آدم نشستن آدم بله. لذت میره با یه انرژی مثبت کار میکنه تا اینکه من بغل دستم جای یه رولی داره حرف میزنه که خیلی مشکله ولی مبتدیه خب خواهی نخواهی روی کار منم اثر میذاره بله. من وقتی پل آقای جلیون میشنم سعی میکنم خودمو بکشونم بیام بالا آقای جلیون نمیشم ولی یه طوری هم نباشه بگن که نه کارش خواهش کارش خیلی بد بودش کار آقای جلیوند رو خراب نکنم اون روزو فرمودین این هست این به خاطر عشق به کارمونه که واقعا از قدیم بوده و هنوزم هست یعنی من واقعا هنوز اون نیرو رو در خودم میبینم که واقعا من اول آقای جلیوند من از ساعت 4-5 بعد از ظهر که میشه تازه یک انرژی پیدا میکنم برای کار تا ساعت 12 شب مثل یک قهرمان دومی که اول تا بدنش گم بشه میدوه بعد بدنش که گم شد راه طولانی رو طی میکنه منم همونم مثل اونم و به خاطر عشقیه که به این کار دارم و الانش هم که الان بعد از عمری دارم میام تو اتاق فرمان میشنم مثلا کار بچه ها رو میبینم حالا چه ریز چه درشت دوست دارم ببینم یه چیزی بگیرم یه چیزی بیاموزم باز اینه که من اینطور که متوجه شدم شما انتقاد به این کار اینا نمی کنید فقط دارید یک راهکاری رو نشون اینا میدید حالا که اومدید تو این کار آماده باشید برای اینکه این راه بسیار طولانیه و باید صبر داشته باشید تا به اون نقطه‌ای که میخواید برسید من یه چیزی جناب جلیوند من خدمتتون عرض میکنم سر اینکه گفتم که اون کسایی که واقعا به درد این کار خودشون درد جوال خودشون به خودشون دروغ نگن بله من بدونم که آیا میتونم این کار انجام بدم واقعا میتونم یه گوینده خوبی بشم یک روزی نامم مثل نام آقای جلیوند آقای اسماعیلی و دیگران بشه وقتی نمیتونم به خودم دروغ نگم و اعتماد نداشته باشم در این کار هر حال با سپاس فراوان از حضور گرانبها و پربار شما به این برنامه براتون آرزوی موفقیت و طول عمر دارم از خدا میخوام که همیشه سبز و آفتابی باشید همینطور برای شما ما اینجا یک لوح زیبایی داریم که از طرف شبکه 5 خدمت شما تقدیم میکنم و یک هدیه زیبایی هم هست در این تو که امیدوارم شرمنده در خود سلیقه شما باشه بسیار بسیار سپاسگزارم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باشت، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. خدا نگهدار. خدا نگهدار.